وای. سلام لارا. سلام از این برا. هانده اینجاست؟ چرا اومدی اینجا؟ هانده؟ هانده خواهش میکنم یه دقیقه وایسا. هانده؟ هانده چی؟ بگو دیگه. ببین هانده، من میخوام بدون آسیب زدن به کسی همه چی رو درست کنم. چرا همش میخوای ناراحتم کنی کورای؟ باشه کرسوم زنته. من کیم؟ آها ببخشید، من بدم، من به همه بدی میکنم، من گناهکارم، من احمقم، نه من دل ندارم، فقط آدمای خوبن که دل دارن، فقط دل اونا میشکنه و فقط اونان که ناراحت میشن. نه تو به خاطر اشتباه من با کلثوم رابطه برقرار کردی، به خاطر من باهاش ازدواج کردی، اشتباهات من باعث همه اینا شده. نکره هانده، من برای اولین بار تو زندگیم سعی کردم ازت بگذرم، این بزرگترین حماقتم بود، ولی اگه فقط یه بار میتونستم بهت اعتماد کنم هیچ وقت این کارو نمی کردم. برو پیش زنت کورای، همونی که بهش اعتماد داری، همونی که میخوای مراقبش باشی، چون همه چی تموم شد. داستان شاهزاده خوشقلب و ملکه بدجنسی که تموم شد. هانده باورم نمیشه میخوای همه چی بینمون تموم بشه. چه باور کنی چه نکنی همینه، تموم شد برای همیشه. برو هانده، دیگه بر نگرد. خوشگله، میشه بیا اینجا؟ با من بودی؟ مگه خوشگله دیگه ای هم اینجا هست؟ الان یکی صدا میکنم بیاد به کارتون برسی. چیه؟ نکنه از تیپم خوشت نیومده؟ من کسی دیگه ای رو نمیخوام، تو باید کارمو انجام بدی. آقای محترم، اینجا چه خبره؟ تو دیگه کی هستی؟ امیر تو برو. یلا زفریا، من مشتری همیشگی اینجا و دارم با خوشگله خودم صحبت میکنم، تو کی هستی؟ اینطوریه؟ امی آقا داری چی کنی؟ بلش کنی، 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 بس کنین، بس کنین، حسابو تو میرسم، زنگ زدم به پلیس، سنان کبیان آروم باشی، یه لحظه به حرفم گوش بدی، لازم نیست چیزی بگی، تو اخراجی، بهتره بری. بلش کنی، بس دیگه. حالتون خوبه؟ فریحا راحتم بذار کورای. شاید اینطوری برای هر دوتون بهتر باشه، تازه این اولین باری نیست که شما از هم جدا میشین. نه لارا، ما برای اولین باره که از هم جدا شدیم. خداحافظ. خیلی تلاش میکنم آروم باشم و دوباره بهش نزدیک بشم، ولی هر باری که میبینمش همه خشم و عصبانیتم دوباره برمیگرده. همیشه کارایی میکنه که باعث میشه من یه قدم به عقب برگردم. تا وقتی تصمیمتو نگیری این وضعیت ادامه داره. میدونم، ولی من وقتی دلتنگش میشم دیگه به هیچی فکر نمیکنم، دیگه ناراحتی و عصبانیت برام معنی ندارن. تو واقعا میخوای همه چی رو تموم کنی؟ فکر نکنم، چون کار راحتی هم نیست، باید قوی باشی. نمیتونم راجبش با شما صحبت کنم.
اتفاقا میتونی. من benim derdim sana akıl vermek falan değil. Ben sadece sana doğru soruları sormaya çalışıyorum. Kendime sorduklarımdan daha fazlasını soramazsınız. هنوزم حلقش تو دستته و این برای یه مرد جواب بزرگ و مهمیه. روزی که این حلقه رو دستم کرد و فراموش نمی کنم. در آوردن یه حلقه به هیچ وجه کار آسونی نیست. هر روزی که میگذره بیشتر از قبل از دستش میدم. من که از دستش دادم. زنم تو خوابگاهه. میره سر کار. اون میخواد برای خودش یه زندگی بدون من بسازه. مگه ساختن یه زندگی چیه؟ زندگی رو میسازی. خراب میشه. دوباره میسازی. نابود میشه. از بین میره. پانده که نباشه زندگی معنی نداره. اگه من و فریحا تو این شرایط نبودیم میگفتم بذار بره. هر دوتون خیلی عزت شدیم ولی الان نمیتونم این حرفو بهت بزنم، مخصوصا وقتی که دلیل رفتنشم خودت باشی. اون وقت رفتنش خیلی دردآور میشه. من نمیخوام این درد رو تحمل کنم. نمیخوام همه چی تموم بشه. نمیخوام بره. نمیخوام ولش کنم. کسی که میخواد بره بالاخره میره. کارای نمیشه با همینجا بمون باشه؟ نه، باید برم. کلسوم منتظرمه. کلسوم میترسه. باید برم پیشش. ارائه شده توسط وبسایت موویباس. سلام، خوش اومدی. سلام. خوبی؟ میبینی که خوب نیستم. آره میبینم. با این که میدونم چیزی نمیگی ولی بازم خواستم ازت بپرسم. بر فرض مثال که بگم مگه فایده ایم داره؟ اصلا میتونی حرفایی که میزنم و تحمل کنی؟ بازم هانده نه؟ هانده؟ من از وقتی خودمو شناختم تنها مشکل و ناراحتیم هانده بوده. ببین، خودت هم داری میگی مشکل، ناراحتی. کدوم آدم عاقل این چیزا رو میخواد؟ من حاضرم همه ی اینا رو به جون بخرم ولی اونا داشته باشم. عشق چیز ناشناخته یه کلسون. مثل آدم ها که نمیشه شناختشون. مثل خودخواهی، مثل فداکاری، همه ی اینا عشقه. همشم هانده است. آره حق با توه. عشق من چوک گریب
İnsana çok garip şeyler yaptırıyor. Başkasında görse çok ayıplayacağı şeyler. Asla yapamam, olur mu, yapılır mı dediği şeyler. Kendine yakıştıramadı. عشق چیز عجیبیه. آدمو مجبور میکنه کارای عجیب بکنه. به نظرم اون لیاقت تو رو نداره. جدی میگم، تو آدم خوبی هستی، ولی هانده آدم بدیه. اون واقعا آدم بدیه کارای. من درک نمیکنم تو چطور میتونی اینقدر دوستش داشته باشی. تو چطور میتونی عاشقه کسی باشی که همیشه با کاراش و حرفاش ناراحتت کرده. کجا نوشته شده فقط میشه آدمای خوب و دوست داشت؟ تو کدوم کتاب؟ ولی این بی‌انصافیه. به نظرم این که آدمی مثل تو عاشق آدمی مثل اون باشه واقعا بی‌انصافیه. هیچکی بی عیب و نقص نیست. من این بی‌انصافیه با تمام وجودم با خواست خودم انجام دادم. بارها تسلیم شدم، بارها برگشتم، ولی این بار برای اولین بار حس کردم که این دفعه اون تسلیم شد. آره کلثوم، این دفعه هانده تسلیم شد. یعنی ازت گذشت؟ آره از من گذشت. Anne sonunda bu haksızlıktan vazgeçti. من که چیز بدی بهش نگفتم، ولی انگار از حرفام ناراحت شده. چند بار بهش زنگ زدم ولی موبایلش خاموش بود. از طرفیم نمیخوام زیادی بهش فشار بیارم. والا من که نمیفهمم این دختره چی کار میخواد بکنه. احمقه، از بس احمقه دیگه. آخه کدوم آدم عاقلی میره همچین کاری بکنه؟ عقل نداره دیگه. زن امیر صراف اغلوه، بعد پا میشه میره سر کار. میگم دخترم، اون دیگه واقعا نمیخواد برگرده پیش شوهرش. ای خدا، اگه یه وقت کارشون به طلاق بکشه چی؟ اون وقت چی کار کنیم ها؟ ای خدا. نه به اون امیر گفتنش، نه به الانش. راستی من نمیدونم به داداشم بگم که میره سر کار و گارسون شده یا نه. به خدا دیگه مغزم کار نمیکنه. آخه این دختره واسه هیچ کی هوش و حواس نداشته که. پس دانشگاهشو میخواد چی کار کنه؟ از یه طرف باید بره دانشگاه، از یه طرفم باید بره سر کار. آخه چجوری میتونه هم کار کنه هم درس بخونه؟ کی میخواد هم درس بخونه هم کار کنه؟ بابا جون، کی میخواد باشه به غیر از دخترت؟ خانم رفته توی یه کافه گارسون شده، همین یه کارش مونده بود. تو چه کافه ای؟ حالا کجا هست؟ چرا گفتی؟ باورت نمیشه تو دانشگاه یه شایعه پخش شده که همه دارن در موردش حرف میزنن. چی شده؟ دخترای تو خوابگاه میگن که فریحا با یکی دیگه رابطه داره و به امیر خیانت کرده، واسه همینه که دارن از هم جدا میشن. خوبه، بهتر از این نمیشه. بازم که شدی هانده سابق. میخوام با یه تیر دونشون بزنم. هم یه کمی بهمون خوش میگذره، هم میبینیم که فریحا مفرورمون چقدر طاقت داره. باید ببینیم با این همه شایعه که در موردش پخش شده بازم به عذاب دادن امیر ادامه میده یا نه. جان سوالش چطوره؟ مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست، ولی یه چیزایی برام عجیبه، به همین خاطر میخواستم ببینم اتون. بفرمایید، گوش میدم. بیمار تقریبا رو به بهبوده. پیشرفتش توی این مرحله از بیماری اونم با این سرعت برای ما خیلی تعجب آوره. داروهایی که ما بهش میدیم با داروهایی که قبلا استفاده میکرده یکیه. من حتی آزمایش خونی که ازش گرفتیم هم بررسی کردم. آزمایش خون؟ بله، برای اینکه بفهمیم در زمان حادثه داروی مصرف کرده بوده یا نه. این آزمایش یه روند قانونیه. خب نتایج چطور بوده؟ چیزی مصرف کرده بوده؟ نه نه، در ضمن تو خونش هیچ نوع داروی ضد افسردگی هم نبوده. یعنی چی؟ تنها چیزی که تو خونش به مقدار زیاد وجود داشت ویتامین B بود. ویتامین B؟ خب ما باید از این چه برداشتی بکنیم؟ این که جانسو خانم داروهاشو مصرف نمی کرده. اصلا تعجب نکردم،
همیشه بهش میگفتم که داروهاشو بخوره، ولی مثل اینکه اون منم گول زده بوده. خب ازش دلیلشو پرسیدین؟ اون چیزی گفته؟ هرچند دختری تو شرایط اونو نمیشه خیلی جدی گرفت. نه هنوز باهاش صحبت نکردیم چون نمیخوایم خیلی تحت فشار بذاریمش. به هر حال خواستم که شما رو در جریان بذارم. ممنون. منو در جریان کوچکترین تغییراتش بذارین. وضعیت روحی جانسو خیلی برای من مهمه. حتما خانم، نگران نباشین. تازه بیمارمون الان تو وضعیتیه که میتونین بیاین ملاقاتش، ولی خب همکاران معتقدن که این ملاقات برای شما هنوز یکم زوده. مطمئنم که دکترها مناسب‌ترین زمان برای ملاقاتمون در نظر میگیرن. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ببینم خدیجه، اینطوری نمیشه. من پول بدهی کسی رو نمیدم و میگم اگه محمد گیر بده بگه برو واسه خودت کار پیدا کن چی؟ تو باید از من طرفداری کنی. هرچی نباشه خانوما همدیگر رو بهتر درک میکنن. آره خانوما همدیگر رو خوب درک میکنن. خب چی میشه تو هم منو درک کنی بیای تو تمیز کردن اینجا کمکم کنی؟ ها خیلی دلم میخواد، ولی تازه ناخونامو مانیکور کردم خراب میشه. ای خدا از دست تو. خسته نباشین. آه لارا دخترم، حالت چطوره؟ خوبم، شما چطوری؟ ما هم خوبیم، مشغول کاریم دیگه. لارا جون، شنیدم کلثوم باز اومده میزان شما و لباسای نو خریده. لباسایی که مناسبش نبوده عوض کرد. کلثوم پیش شما اومده بود؟ آره، پس چی؟ بایدم این کارو من یعنی چطور چطور آجیه والله، پرالر گزر گزر شیلر الیو کندنه بکنه. خب بهتره من برم، خسته نباشین. ممنون. خب بایدم بره چون لیاقتشو داره، هم خوشگله و هم جوون. فرمایشی داشتین؟ سلام پسرم، با فریحا خانوم کار داشتم، گفتن که اینجا کار میکنه. دیروز اخراجش کردن. اخراج شد؟ خیلی خوب، ممنونم. به خاطر کارت متاسفم. مهم نیست، بهترشو پیدا میکنم. فریحا باید با هم صحبت کنیم. نمیخوام صحبت کنم. من دیگه طاقت ندارم. باید طاقتشو داشته باشی. خسته نباشی. ممنون. من میخواستم فریحا صراف اغلو رو ببینم. چه نسبتی باهاش دارین؟ پدرشم. من پدرش هستم خانوم. بابا خوش اومدی. سلام. ممنون. من نیومدم اینجا خرید کنم، اومدم باهات صحبت کنم. در چه موردی؟ میدونم خیلی عجیبه، ولی از آدمای اطراف کورا، یعنی از بین کسایی که میشناسم، تنها کسی که با هم صحبت میکنه تویی. یعنی تنها کسی که کورای هاندر رو میشناسه و من باش راحتم تویی. میدونم میخوای با یکی صحبت کنی، ولی من انتخاب درستی نیستم. هانده دوست منه، دوست قدیمی منه. میدونم، واسه همینم اومدم اینجا. قرار نیست بشینیم اینجا و غیبت کنیم. راستش من اینو نمیتونم از کسی دیگه ای بپرسم. ببینم هانزه واقعا کورای ویل کرده؟ چرا اینو از خود کورای نمیپرسی؟ من باهاش صحبت کردم، ولی میخوام مطمئن بشم. لارا میفهمی؟ میخوام بدونم این دفعه واقعا کورای ویل کرده یا بازم داره فیلم بازی میکنه. کلثوم، دوباره میگم هانده دوست منه و من نمیتونم هیچ چیزی از زندگی شخصیش بهت بگم. خیلی خوب باشه، من نمیخوام مجبورت کنم، ولی حالا که به من نمیگی لطفاً به دوستت بگو که دست از سر کورای برداره و
اجازه بده کورا یه نفس راحت بکشه. خدافظ. Lafımı da ayağına gelmemi de başka yere çekme Feriha. Sana نیومدم اینجا که بهت بگم چرا این کارو کردی یا چی کار کنی یا چی کار نکنی. من اومدم فقط یه چیزی بهت بگم، هرچه زودتر وسایلتو جمع کن و برگرد پیش شوهرت. پیش شوهرم؟ از کی تا حالا اون براتون مهم شده؟ تو پنهانی با آدمی ازدواج کردی که ما باهاش مشکل داشتیم. اون یه اشتباهی کرد، ولی اشتباه بزرگتر رو تو داری مرتکب میشی. تو الان داری مثل زنای مطلقه رفتار میکنی فریحا. من فقط میخوام تنها باشم تا فکر کنم و یه تصمیم بگیرم. برگرد پیش شوهرت فریحا. شما قبلنم خیلی حرف زدین و خیلی کار کردین، ولی من بازم از امیر جدا نشدم. الانم نمیتونم چون شما میخواییم پیشش برگردم. اگه قصدت اینه که طلاق بگیری و ما رو بیشتر از قبل خجالت زده کنی، پس بدون که من این اجازه رو بهت نمیدم. ببین با زبون خوش بهت میگم که برگرد، ولی اگه فکر میکنی هر کاری دلت خواست میتونی انجام بدی و ما هم فقط در قبالش سکوت میکنیم، اینو بدون که سخت در اشتباهی. تنها آرزوم اینه که یه روزی بتونیم همدیگر رو درک کنیم بابا. نوبهار؟ منتظرم لون، منتظر روزی هستم که ببینم تو و بولنت با هم آشتی کردیم. مادر، مادر، مادر! بعدن با اتون تماس میگیرم، اول باید یکم خودم رو جمع جور کنم. خیلی برام سخت بود واقعا، دیدن جانسوتون وضعیت برام واقعا سخت بود. خدافظ. رفته بودی ملاقات؟ لطفا چیزی نپرس. نوبهار برگشته؟ صبح باهاش صحبت کردم، غروب برمیگرده. لبنت، تو
حیف این خوشتیپ نیست که فریها اینجوری باهاش تا کنه؟ بیچاره گناه داره به خدا، حقش نیست. راستشو بخوای حتی نمیتونم تصورشو بکنم که اون دختره قربتی به ولیعهد خیانت بکنه. تو چی گفتی؟ امیر صبر کن، آروم باش. اینا چی دارن میگن؟ یه شایعه پخش شده. چه شایعه‌ای؟ نمیخوام از دهن من بشنوی، برو از خود فریها بپرس. یعنی چی؟ چی رو از فریها بپرسم؟ میگن فریها با استاد لونته. بیا خودت اصل ماجرا رو تعریف کن. اونا این اواخر خیلی همدیگر رو میبینن. راستش این چیزا تو خوابگاه از چشم کسی پنهون نمیمونه. بالاخره اون زن توئه، پس بیشتر جلب توجه میکنه. از خوابگاه میره بیرون، شبا همدیگر رو میبینن. از طرفی هم وقتی همه صحبت میکنن، خب آدم کنجکاو میشه که نکنه شما به خاطر استاد میخواین طلاق بگیرین. برای دانلود سریال های دوبله بیشتر به وبسایت مووی باز مراجعه کنید. چند دقیقه منتظر میمونین؟ اتاق فریها کجاست؟ طبقه بالا. وسایلتو جمع کن، از اینجا میریم. چی داری میگی؟ برو بیرون. زود باش، همین الان باید بریم. من با تو هیچ جا نمیام امیر. گفتم پاشو. ولم کن. چه خبرته؟ وسایلتو جمع کن، میریم خونه. گفتم با تو هیچ جا نمیام. ولم کن، از اینجا برو بیرون. آه! چیکار داری میکنی؟ امیر! امیر میشه منو بذاری پایین؟ بذارم پایین! امیر تو رو خدا بذارم پایین! امیر زشته! امیر همه دارن به ما نگاه میکنن، ولم کن! ولم کن! امیر دارم بهت میگم ولم کن! بذارم زمین! من هیچ جایی نمیرم، زود باش ولم کن! امیر! زود باش! سوار نمیشه. من پیاده بشم. برین اتیلم لطفا. اینجا نمیریم، من میخوام پیاده بشم. ببینی نیشون همسر منه، الانم دارم میبرمش خونه، میشه حرکت کنی؟ من هیچ جا نمیرم، میخوام پیاده بشم. من نمیخوام تو کار زن و شوهر دخالت کنم، خودتون مشکلتون رو حل کنی. پس میتونین حرکت کنین. باشه محمد، از طرف ما هم بهشون تسلیت بگو. باش عزیزم. آخ دخترم، خدا عمر با عزت نصیب همه بکنه. مرگ مادر خیلی سخته، واقعا دل آدم آتیش میگیره. والا زن خیلی خوبی بودم، خدا بیامرزتش. خیر باشه خدیجه. چیزه داداش؟ نوبهار خانم فوت کردن. ولم کن، من نمیام. گفتم من نمیام. امیر ولم کن. امیر میشه ولم کنی؟ آه! امیر ولم کن. امیر بذارم پایین. بذارم پایین. من نمیخوام با تو بیام، ولم کن. ولم کن امیر، بذارم پایین. بیا نمیام. ولم کن دست از سرم بردار. آره مریض، تا وقتی هر دومون خوب نشدیم از این خونه بیرون نمیریم.
هر چقدر بخوای میتونی سکوت کنی، اما با سکوت این مشکل حل نمیشه. چندین ساعته که ساکتی. جالبه تو اینجایی اما انگار دارم با خودم حرف میزنم. ببین اگه تو با این سکوتت ادامه بدی، منو مجبور میکنی که به این دیوونه بازیام ادامه بدم و ممکنه چندین روز اینجا بمونیم. فریحا، پس اگه میخوای هر چه زودتر از اینجا بری، تنها راهش اینه که با من صحبت کنی. خیلی خوب، خود دانی تو که اینجا پیش منی، وقتم که زیاد داریم. منم از سکوتت شاکی نمیشم. ساکه باش. چی کار میکنی؟ الان فرق تو با خلیل چیه؟ آره حق با تو، شاید هیچ فرقی باهاش ندارم. امیر، نمیتونی منو اینجا نگه داری. تا وقتی صحبت نکنیم همینجا میمونیم. من چی دارم بهت بگم؟ هیچ حرفی ندارم. مگه میشه با تو صحبت کرد؟ خلیل بیمار بود. تو چت شده؟ چه توضیحی برای این کارت داری؟ فقط دارم کاری انجام میدم که فکر میکنم درسته. به عواقبش فکر کردی؟ از اینجا برم بیرون ازت شکایت میکنم. تاوان این کارتو پس میدی. فریحا، اگه من موفق باشم با صحبت کنم، مطمئن باش شبانه کارمو بدونی که ازم شکایت کنی میبینم. تو واقعا میدونی داری چی کار میکنی؟ فکر میکنی این موضوع چقدر طول میکشه؟ مگه چقدر دیگه میتونی منو اینجا نگه داری؟ تا با هم صحبت نکنی کسی از اینجا نمیره بیرون. فکر میکنی تحت این شرایط من حرفی برای گفتن دارم؟ فکر میکنی میتونم به حرفت گوش بدم؟ سن اصلا دین نمیجم. پس وقتی که به حرفامم گوش ندی نمیتونی بری بیرون. چرا تو این دفعه زد به سرت؟ نسیمه، میخوای توضیح بدم؟ نمیخوام. آره زده به سرم، چون زنم اصلا به حرفم گوش نمیده، چون اجازه داد که اون همه در مورد شایعه درست کنن. آها، شایعات. پس راجع به این میخوای صحبت کنی؟ بازم فکر میکنی این تنها مشکل خودته؟ شایعاتی ها به روی تو رو خدشه‌دار میکنن. غیر از اینم حرفی برای گفتن نیست. نه چرا هست، حرف برای گفتن زیاده. میخوای از آخر شروع کنم؟ مثلا راجع به آخرین شایعه در مورد تو و استاد لوند. بازم آقا لوند؟ نه، از اون دختره که شایعه پخش میکنن هم ضعیف‌تری. تنها ضعف من توی فریحا. گفتی من؟ مگه من کیم؟ من چیم؟ در کنار جذابیتی که نمیخوای خدشه دار بشه، در کنار عظمتی که در خودت میبینی، من کی هستم؟ اینا برام مهم نیست. موضوع قلب منه، درک کن. واسه من از قلبت حرف نزن، فهمیدی؟ منو واسه صحبت کردن اینجا نیاوردی. منو آوردی چون تحمل شنیدن اون شایعاتو نداشتی. زن امیر صرف اغلو خونه رو ترک کرده، تو خوابگاه زندگی میکنه. بعدش هم که اون شایعات با استاد لوند. مشکل تو صحبت کردن با من نیست، مشکل تو اون شایعاته. من فقط میخوام این موضوع مسخره تموم بشه. پس اینجا آوردن من خیلی بی‌معنیه. این که فکر کنی این کارا فایده‌ای هم داره بی‌معنیه. فکر میکنی با زندانی کردن من میتونی شایعاتو از بین ببری؟ میتونی دهن مردمو ببندی؟ به خاطر چرندیات چند تا دیوونه منو آوردی اینجا زندانی کردی. میخوای تا وقتی که همه این شایعاتو فراموش کنن منو اینجا نگه داری امیر؟ بعدش چی میشه؟ امیر، وقتی تو اون درو باز کنی چی میشه؟ تا ما به تفاهم نرسیم این در باز نمیشه. واقعا تو همینو میخوای؟ خیلی خوب، باشه، بیا صحبت کنی. خب کدومشو بیشتر باور کردی؟ این که به خاطر استاد لوند ترکت کردن، یا این که از اولش هم باهاش رابطه داشتن؟ آخ ببخشید، نباید ادامه بدم، وگرنه یه سری دیگه هم میخورم. این حرفو نزن دیگه، هیچ وقت اون اشتباهو تکرار نمیکنم. حرفتو باور نمیکنم. اگه بعد از زدن اون سری فقط یه ذره پشیمون شده بودی، منو اینطوری اینجا نمیآوردی. به خاطر این کارم ازت معذرت میخوام، چون راه دیگه ای نداشتم. تو نه تنها خیلی خشنی، بلکه لجبازم هستی. اگه نخوای به هیچ وجه به چیزی گوش نمیدی. ببین بازم داری همین کارو میکنی. اون شب منو با یه سری ساکت کردی، الانم برای ساکت کردن دیگران داری از من استفاده میکنی. آره اگه اون شایعات نبودن منتظر میموندم تا خودت برگردی. شاید اگه امروز اون حرفا رو نمیشنیدم تو رو با زور به اینجا نمیآوردم.
شاید انقدرم عصبانی نمی‌شدم، ولی قرار نیست در مورد اون شایعه صحبت کنیم. ما در مورد کاری که در حق خودمون کردیم صحبت می‌کنیم. ما وقتی میگی ما همه چیز راحت‌تر میشه. امیر منو قاطی نکن. تو کردی. همه چیزو تو به تنهایی نابود کردی. چیزی که من با دروغم از بین نبردمش، تو با اون سیدیو با اون زن از بین بردیش. آره نابود کردم. ادامه بده. هر چی می‌خوای بهم بگو. ما باید در مورد همه چی با هم صحبت کنیم و باید از یه جایی شروع کنیم. حق با توه. باید از یه جایی شروع کنی. بیا از اتاق خوابمون شروع کنی. بهتر نیست که می دکور این اتاقو تغییر بدن. خیلی جالبه. با عوض کردن کاغذ دیواری خودمونو گول می زنیم، ولی اگه هر چیزی هم عوض کنی این دیوارا رو اینا رو نمیتونی عوض کنی. کاغذ دیواری خیلی فکر خوبیه. اول از همه باید این دیوارا رو که شاهد همه چیز بودن و پنهان کنیم، نه؟ ولی ببین همینجا وقتی به من گفتی بیا بدهی تو بدم همینجا بودن. وقتی برای رابطه یه شبم اومدم بازم همینجا بودن. وقتی تو داشتی با اون زن بهم خیانت میکردیم همینجا بودن امیر. آره میدونم، اما تو هم بدون که تو هم این وسط بیگناه نبودی. رابطم با اون زن یه اشتباه بود، اما میدونی یکی از دلایلی که به سمت اون زن رفتم تو بودی. فریدها تو هم مقصری. به خاطر دروغای تو من رفتم به سمت اون زن. داری به خاطر ضعف خودت بهانه میاری. حالا بهانه یا هر چیزی، خودت میدونی که حق با من. به خاطر همین وقتی تو خونه باغ زد عذرخواهی کردم، تو هم همین کارو کردی. الانم این کار نکن. میدونی اون زن بهم چی گفت؟ گفت تو نمیدونی اون شب امیر به من چی گفت و چه اتفاقایی بینمون افتاد. نمیدونم، ولی باور کن واقعا کنجکاوم. شبی که با اون زن بودی و یادت میاد؟ ها، یا اینکه انقدر مست بودی که یادت نمیاد؟ مثلا راجع به چی صحبت کردی؟ اصلا صحبت کردی؟ البته که صحبت کردی. بهش چیا گفته بودی؟ از چشماش یا از موهاش تعریف کردی؟ وقتی داشتی میبوسیدیش چشماتو بستی؟ اونو چطور بوسیدی؟ همونطور که منو بوسیدی؟ با مهربونی؟ یا با احساس؟ اینطوری. دیگه هیچ وقت این کارو نکن. چون خودت هم همراهی میکنی؟ خودت میدونی که تو هم دلت منو میخواد. خیلی مسخره است. ببین هر دومون در وضعیتی نیستیم که بتونیم با هم صحبت کنیم. خب منم قبول دارم که باید با هم صحبت کنیم، ولی اینطوری نمیشه. من باید یه کمی آروم بشم. باید در وضعیتی باشم که بتونم باهات حرف بزنم و به حرفات گوش بدم. امیر من میخوام از اینجا برم بیرون. نمیخوام بیشتر از این کار به جاهای باریک بکشه. الان درو باز کن تا من بتونم برم خوابگاه. این دیوونه بازی رو فراموش میکنیم. یه مدتی همدیگر رو نمیبینیم، بعدش هم همدیگر رو میبینیم و در مورد همه چیز صحبت میکنیم. نه قبول نمیکنم. چرا قبول نمیکنی؟ فریها من تو رو میشناسم. تو از این در بری بیرون برای اینکه دیگه با من روبرو نشی هر کاری بتونی میکنی. تنهایی فکر میکنی، تنهایی تصمیم میگیری. خودم هم خوب میشناسم. هر جا که بری میام دنبال تو، میارمت اینجا. پس بهتره الان همه چی رو حل کنیم. امیر تو چه بخوای چه نخوای باید اون درو باز کنی، فهمیدی؟ این مسخره بازیارم زودتر تمومش کن. میشنوی چی میگم؟ باید این بچه بازیارو تمومش کنی. یا تو مثل آدم درو باز میکنی تا من برم و تا چند روز سعی میکنم این مسخره بازیاتو فراموش کنم، یا من کاری میکنم که اون درو باز کنی و دیگه هیچ وقتم یادم نمیره که چی کار کردی. نمیخوای جواب بدی؟ من احمقم که دارم سعی میکنم مثل آدم با تو صحبت کنم. احمق.
خیلی خوب. میخوای آبرومون بره؟ باشه، کاری میکنم تو آپارتمان آبرومون بره. ببینیم کی از این همه سر و صدا ناراحت میشه و اعتراض میکنه. آکی طبقه پایینه. سلام خانوم، به نظرت آبرومون اول جلو کی میره؟ اگه خوششانس باشی اول جلو بابام اینا آبروش میره. هرچی باشه اونا عادت دارن که مدام دخترشون رو بدزدن. امیر، آفرین، نور شم چه رومانتیک، عالیه. نور شم خیلی آرام بخشه. چون بیشتر آدمو گول میزنه، شلوغی اطرافتو نمیبینی، میتونی خوب حقایقو پنهان کنی. صبح که خورشید بتابه همه چیز مثل قبل میشه. اما یو که دمست sabah günüşe içeri girdiğinde burası yine aynı olacak. Hı hı. Ara. Şayet همه چی مثل قبل بشه. ولی ما مثل قبل نمیشیم. شاید اینطوری به حرفای همدیگه گوش میدیم. اون شبام همینطوری شم روشن کرده بودی. بگو دیگه، برای انتقام گرفتن از من همچین فضای رویایی درست کرده بودی؟ نه. آه چه بد. هیچ یکشممش سنینگی بی گجلرین ولی اختنا. آه ببخشید، اون شب بیمنی ترین شب زندگیت بود نه؟ ارزش نداشت شما رو هدر بدی. نه فریحا، با معنی بود، چون تو باعث شده بودی وارد زندگیم بشه. تنها معنی اون شب تو بودی، عذاب دادن تو. کندم سنی رو که دبیلجیمی اثبات اتمک استمیشتم. فقط میخواستم اولین زنی که دیدم رو با خودم بیارم خونه. مسخره است. سن یابان یابسایدم دیه نکدر. سکن بوندن بحثتمه. فکر نمی کردم به خاطر اشتباه اون شب پدر بشم. وقتی اون کار کردم اصلا فکر نکردم که ممکنه چه عواقبی بیار. çok güzel yüzleştin demiş. برام داشته باشه. من برای اینکه درکم کنی ازت یه سوال پرسیدم و قطعی ترین جواب زندگیمو گرفتم. تو میدونستی که با بقیه فرق داری. sen başkaydın biliyordun. میدونستی که متفاوتی. من فقط عاشقت نبودم، بلکه تکیگاه هم بودی. yalanlardan sonra bana kestiğim bütün cezalara rağmen güvendin. huzurdun. Ne olursa olsun. فریحا، من در مورد اون شب همه چیزو فراموش میکنم. دروی تو، ایکیوزلون، ناتوانی تو، ترسو بودن تو، همه بی انصافی تو، حتی عذاب کشیدنم هم فراموش میکنم. ولی یه چیزیو نمیتونم، اینکه چطور اون شب ناامیدم کردی و فراموش نمیکنم. منم نمیتونم طرز نگاهتو فراموش کنم. چشماتو نمیتونم اون نگاه تا وقتی از در میرفتی بیرون فراموش کنم. مگه حالا طرز نگاهم عوض شده؟ مگه وقتی باعث شدی اخراج بشم متفاوت نگاهت میکردم؟ هیچ چیزیت عوض نشده. هنوزم دروی، هنوزم ترسویی. آره، من هنوزم ترسوام. من از حرفای اون شب ترسیده بودم، این دفعه از سکوت ترسیدم. راستش من همش از یه چیزی میترسیدم. از روزی که وارد زندگیم شدی همیشه همینطور بوده. میترسیدم از دستت بدم. اون موقع که مجبورم کردی از این خونه برم نمیترسیدی که از دستم بدی؟ نمیترسیدی چون ما دیگه ازدواج کرده بودیم نه؟ ازدواج نمیتونه ضمانت کنه آدم و با هم میمونن. محمد'دن بابامدن گلسوم'دن هیچ بی فرقی yok senin. تو هیچ فرقی با محمد بابام یا کلسوم نداری. خودت هم میدونی که من مثل اونا فکر نمیکنم. خب پس بهم ثابت کن. به سوالی که اون شب پرسیدم جواب بده. زود باش.
میتونی جواب بدی؟ اگه کاری که تو کردی و من میکردم اون وقت میتونستی منو ببخشی امین؟ نگه سری بیلجکت. خیلی سوال مسخره‌ایه. سوالیه که جوابشو میدونی. جوابشو نمیدونم فریحا. دروغه. نه واقعا جوابشو نمیدونم. اگه یه روزی بفهمم که با اون آدم رابطه داری شاید بزنم اونو بکشم و گم و گور بشم یا دیگه هیچ وقت تو صورت نگاه نکنم. ولی از یه چیزی مطمئنم، حتی اگه نبخشمت، حتی اگه هیچ وقت نبینمت، بازم همیشه عاشقت میمونم. امیدوارم جواب سوالتو گرفته باشی. امیدوارم. امیدوارم. یه چیزی رو بفهم امیر، نمیتونی منو مجبور کنی چیزی رو بگم که دوست داری بشنوی. پس هرچی دوست داری به هم بگو. حرفایی رو بزن که از شنیدنشون میترسم. تو که میدونی من از شنیدن چه چیزایی میترسم. همش نوک زبونته. از اولین روز که عاشقت شدم، چیزی که همیشه منو زمین زده و همیشه بلندم کرده، همش نوک زبونته. اگه به خاطر اون حرفایی که از دهنم اومد بیرون دستم بلند نمیکردی، شاید الان حرفتو باور میکردم. وقتی تو رو زدم کافیه، دیگه ادامه نده، باور نمیکنم. سن منی یورتدان بروی بویلی گتیردین یا، سویلیجین هیچبی شیه ده پیشمان اولدونه ده اینانمیورم. باور کن فریحا. نمیتونم. اگه حرف بزنم دست روم بلند میکنی امیر. ببین، اگه لجبازی نمیکردی و میذاشی با هم حرف بزنیم. لجبازی؟ پس تو اینطور فکر میکنی لجبازم؟ یعنی دلیل همه ی کارام اینه؟ این که رفتم خوابگاه، این که شاغل شدم، این که یه مدت باهات صحبت نکردم، به نظر دلیلش فقط لجبازی بوده؟ به همین سادگی خودتو توجیه میکنی؟ خیلی جالبه. نه ساده نیست. خیلی خوب، من چند بار گفتم و بازم میگم که از کارم پشیمونم. یعنی بخشیدنم انقدر سخته؟ یعنی غیر ممکنه؟ هر کسی تو زندگیت بهت بدی کرد و بخشیدی، حتی جانسو رو. تو جانسو رو بخشیدی فریحا. اما بخشیدن من که یه لحظه از خود بی خود شدم انقدر سخته؟ بگو دیگه، تو چند بار بابا تو محمد رو بخشیدی؟ مهم نیست که اونا رو چند بار بخشیدم، ولی امیر تو با اونا فرق داری. من اونطوری که از اونا میترسیدم از تو نمیترسم. شنیدی؟ از تو نمیترسم. واسه همین همیشه به هم پشت میکنی؟ گفته بودی وجود من بهت قدرت میده، واسه همین همیشه در کنارت بودم. دستم و سمت دراز کردم و سعی کردم دستتو بگیرم، اما تو با اون سیلی دستم و پس دادی. میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که نمیخوای واقعیتو قبول کنی. به نظرت اینطور نیست؟ همه این اتفاقا پشت سر هم افتاد و من مدام اشتباه کردم. بزرگترین اشتباهات زندگیمو وقتی کردم که در مقابلت احساس ناتوانی میکردم. هر بارم میخواستم اشتباهی رو جبران کنم، اشتباه دیگه ای رو مرتکب میشم. شاید هم منتظر بودی تا تسلیم بشم. شاید همینو میخواستی. اگه میذاشتم میرفتم شاید همه چیز برات آسون تر میشد. تو نتونستی وجود منو در کنار خودت تحمل کنی. این باعث شد بیشتر احساس گناه بکنی. وقتی من در کنارت موندم تو سعی کردی از منو خودت فرار کنی. چون احساس گناه میکردی. چون اولین بار تو همه چیزو نابود کردی. نه؟ کندم هیچ. او گیجه بوردن چیکارکن هستدیم کادر دیرسیز هستدممیشتم. Ben seni güya bir yıl boyunca kandırdım ya. Kendimi hiç bu kadar kandırılmış hissetmemiştim. Çünkü senin yanında bana bir şey olmazdı. پیش تو هیچ کسی نمیتونست بهم آسیبی برسونه. من بهت اعتماد داشتم. اما بعد از اون شب همه چیز عوض شد. دوباره به هم اعتماد میکنی. همونطوری که من دوباره بهت اعتماد کردم. من الان هر حرفی بزنم تو حرفمو باور نمیکنی. فریحا تنها وقتی میتونم بهت ثابت کنم دیگه اون اتفاق نمیفته که پیشم بمونی. پس کنارم بمون. فریحا خواهش میکنم. نمیمونم. هیچ وقت یادم نمیره که منو به زور آوردی اینجا. بهت اعتماد نمیکنم. نمیتونی کاری کنی که اینا رو فراموش کنه. به من نگاه کن.
جای انگشتات رو صورتم نمونده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی هر کاری میکنم که اتفاق اون شبو فراموش کنم نمیتونم. میدونی چرا؟ چون تو منو نادیده گرفتی، حتی به خودت زحمت ندادی که با من صحبت کنی. تو منو زدی، صحبت نکردی، زدی. خب تو هم همین کارو بکن. داری چی کار میکنی؟ بزن 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 دیگه. امیر چی کار میکنی؟ ولم کن، بس دیگه، ببین تو چه حالی هستیم. یعنی اینقدر همه چیز از کنترل خارج شده؟ اینقدر ما از خودمون بیخود شدیم؟ من نمیخوام از دستت بدم، میخوام قلبت دوباره مال من بشه، میخوام در کنارم باشی. قراره اینطوری دوباره قلبمو به دست بیاری؟ با زندانی کردن توی چهاردیواری و اذیت کردنم و مجبور کردنم به این که حرفاتو گوش بدم؟ یکم درکم کن، من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. شاید عقلمو از دست داده باشم، ولی نمیخوام بدون تلاش ولت کنم. فریا، هر کاری لازم باشه رو انجام میدم تا دوباره قلبتو به دست بیارم. امیر، میخوام تنها باشم، میرم تو پذیرایی. یه گید تک باشین اودانده اتور، یا دا تک کلمه اتمه. نمیتونم دوست نداشته باشم. اسمت رو قلبم هک شده، چشمم به غیر از تو کسی رو نمیبینه. بفهم که نمیتونم دوست نداشته باشم، من فقط به وجود تو دلگرمم. بعضی وقتا دوست داشتن ترسی ظالمان است، آدم ناگهان یه غروب خسته و ناتوان میشه، مثل اسیری که رو لبه یه تیغ زندگی میکنه. بعضی وقتا اون شور احساس باعث میشه که آدم دست از زندگی بکشه. بعضی وقتا حتی اگه همه درارم بزنه، بازم زمزمه تنهایی رو پشت سرش میشنوه. هر وقت سر سفره گرگا به زندگی فکر کردم، اون زندگی خیلی سخت به نظرم آمد، ولی نباید دست داره آلوده کرد. هر وقت به زندگی فکر کردم سکوت میکنم و با اسم تو شروع میکنم، در درونم قوقایی میشه، ولی نه، جور دیگه ای نمیشه. نمیتونم حتی یه لحظه فراموشت کنم. آتیلا ایلهان عشق رو اینطوری توصیف کرده، ولی ما چی؟ بازم میخوای سکوت کنی؟ منو اینجا زندانی کردی، چه انتظاری داری؟ میدونی که این روشت هم فایده ای نداره. میدونی به چی فکر میکنم؟ میدونم دلت میخواد صحبت کنی، ولی فقط برای اینکه نشون بدی اینجا آوردنت فایده ای نداره، ترجیح میدی سکوت کنی. ولی خب باشه، اگه اینطوری میخوای باشه، سکوت میکنیم. تا زمانی هم که صحبت نکردیم همینجا میمونی. بذار بسوزم. هر کاری میکنی بکن، اصلا برا مهم نیست. میدونی خیلی وقت بود که مثل الان آرامش نداشتم. داری تلاش میکنی بازم عصبانیم کنی؟ هر دومون به اندازه کافی عصبانی هست. چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ برو کنار.
چراغ رو روشن کن، نمیتونم جلو پامو ببینم. وضعیتمون رو نگاه کن فریحا، حتی اگه این خونه رو رو سرت خراب کنی تا وقتی همه چیز حل نشده نمیتونی از اینجا بری بیرون. هر کاری کنی ما از اینجا بیرون نمیریم. کدومش بیشتر تو رو دیوونه کرد؟ من یا ترس از پدر شدنت یا بیپوری؟ پولی که اون شب پرت کردی تو صورت سهر آخرین چیزی بود که داشتی؟ نه، دنبال کارم. هنوزم داری تظاهر میکنی؟ میدونم از اصلا عصبانی هستی. معلومه که عصبانی هستم. وحظمونو ببین، حتی موضوع پولم بینمون بزرگ کردی. میدونم بابات به خاطر ازدواجت با من داره تنبیهت میکنه. فریحا هنوزم درکم نمیکنی، موضوع پول نیست. چاره چیزی که مگه خانوادت فکر نمی کنن که من به خاطر پول باهات ازدواج کردم؟ مگه وقتی تو دروغمو فهمیدی چندین بار با پول تغییرم نکردی؟ مگه واقعا باورت نشده بود که من چشمم دنبال پولته؟ جوابی واسه این حرفات ندارم. معلومه به من اعتماد نداری. تویی که به من اعتماد نداری. ببخشید من دروغگو بودم نه؟ حق داری به هم اعتماد نداشته باشی. میدونی فریحا، داشتم تلاش میکردم دروغاتو فراموش کنم، از یاد ببرمشون، نادیده بگیرمشون، اما تو چون به خاطر این دروغا احساس گناه میکنی تو هر فرصتی اونا رو میاری وسط. همه چیز خیلی بد بود. تنها چیزی که میتونستم عوضش کنم این خونه بود، ولی این کارم نتونستم. این که نتونم هیچ کاری بکنم مثل این بود که بشینم و کاری که باید کردم از دور تماشا کنم. خیلی برام سخت بود. تو نمیدونی این یعنی چی. تو رو درک نمی کنم چون یه زنم. تو رو درک نمی کنم چون من هیچ وقت پول نداشتم. ولی اگه میگفتی درکت میکردم. این ازندان انلمایه چلوشه. ولی تو حتی این فرصت رو به هم ندادی. من فقط احساس کم بود میکردم. فقط همین. ببینم چه کم بودی. این که هر وقت دلت خواست نمیتونی سوار هلیکوپتر بشی. این که مجبوری مثل آدمای عادی رفتار کنی. این که نمیتونستم تو رو از اینجا ببرم یا بابات کمک کنم باعث میشد احساس کمبود کنم. این که اون مردی که برات هر کاری میکرد ولی از دست من کاری بر نمیومد احساس کمبود میکردم. این چه غروریه که تو داری امیر. اینو هیچ وقت یادت نره. اگه تو مثل قبل پول داشتیم من، یعنی ما، چون نمیخواستیم نمیتونستی بهمون کمک کنی. من تو چشمای تو نگاه میکردم، دلم میخواست دوتایی از پس هر کاری بر بیاییم. خب اگه میگفتی پولم تموم شده مگه چی میشد؟ مگه من به خاطر پولت باهات ازدواج کردم؟ من فقط میخواستم شرایطو از اینی که هست بدتر نکنم. وقتی به خاطر سحر و رویا برگشتی بهم گفتی که تو آدم ها رو با پولت میخری، من چی میتونستم بگم؟ چه جوابی میدادم؟ باید میگفتم دیگه پولی ندارم که آدم ها رو بخرم؟ وقتی آقا لوند بدهی بابا مداد دیوونه شدی. حتی اون موقع هم از بیپولیت هیچی نگفتی. وقتی عصبانی هستم نمیتونم تظاهر کردنتو تحمل کنم. تظاهر نمیکردم. فقط نمیتونستم تحمل کنم با وجود من اون مردی که بهت کمک کنه. خیلی خوب، میخوای بگی خودخواهم. خودم میدونم. ولی نمیتونم اون مردی که را تحمل کنم. لوند بی نیه بو کدر دیر وریوسون امیر؟ دلگه اشمه. او آدمو دیرلی یپان سنسین. Onunla konuşabildiğin için, sana ulaşabildiği için. Anladın mı? Az evvelişem sohbetim با آقا لوند در مورد تو بود. میتونستم با اون در مورد تو، در مورد احساسی که در من ایجاد کردی صحبت کنم. اگه از اول تو به حرفای من گوش میدادی، اون وقت دیگه آقا لوندی در کار نبود. فریحا این کارو نکن. دروغای تو باعث شد اون آدم پیداش بشه. خیلی خوب، من مقصر بودم. ولی به خاطر دوستیت با اون آدم منو مقصر ندون. درسته بینتون فاصله افتاده، ولی هیچ وقت بهش پشت نکردی. لوند بیه هیچ زمان سن استدین گی با آرکمون دونمم. من زندگیمو مدیون اون هستم. منظورت چیه؟ اون زندگیمو نجات داد.
تو اومده بودی آمار منو از جانسو بگیری. منم دیده بودم که داشتی میرفتی پیش جانسو. هیچ چیزی برای از دست دادن نداشتم. رفتم قایق. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. برای نظافت قایق رفتم آب بیارم. بعدش صدای تو رو شنیدم. شعری که تو جزیره تو گوشم زمزمه کرده بودی و شنیدم. انگار صدات از ته دریا می اومد. فریحا تو چی کار کردی؟ رفتم دنبال صدای تو. رفتم ته دریا. اون لحظه خیلی آرامش داشتم. تمام دردها، ترسها، نگرانیها همشون ازم دور شده بودن. بعدش آقا لبنج من عذاب کشید بیرون، نجاتم داد. فریحا نمیخوام بهم دست بزنی یا بغلم کنی. من احتیاج به دلسوزی ندارم. دلسوزی نیست. نمیخوام واسه دل بسوزونم. میخوام حست کنم. خواهش میکنم ازم دور نشو. ممکن بود تو رو از دست بدم. اونم واسه همیشه. چرا این کارو کردی فریحا؟ اگه اتفاقی میافتاد چی؟ اگه دیگه اینجا نبودی چی؟ قرار نیستنم به خاطر کاری که چند ماه پیش از روز ضعفم کردم بیام بغلت کنم. او کدار کلای فریحا، این وضعیتی که الان توش هستیم اصلا برام مهم نیست. من فقط میخوام بغلت کنم. چند دقیقه پیشم به غیر از این چیزی نمیخواستم. 5 روز بعد یا 5 سال بعدم به غیر از این چیزی نمیخوام. امیر میگم این کارو نکن. این کارو نکن. ما این رو پشت سر گذاشتیم. نمیتونیم همینطوری ادامه بدیم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. وانمود نمی کنم هیچ اتفاقی نیفتاده. قسم میخورم فریحا. یه نگاهی به خودمون بنداز. وقتی ما به هم دیگه نزدیک میشیم اینطوری میشه. یه مشکل رو حل میکنیم ولی چند تا مشکل دیگه به وجود میاریم. باز برمیگردیم همین جایی که هستیم. فریحا داری چی کار میکنی؟ نمیبینی دارم درو باز میکنم. میخوام از اینجا برم بیرون. فریحا چاقو رو بذار کنار. کلید درو بده تا بذارم کنار. این چه کاریه؟ با چاقو که نمیتونی درو باز کنی. یا درو باز میکنم یا دستمو میبرم. گفتم اون چاقو رو بذار کنار. امیر پس اون کلید درو بده. فریحا ولش کن، این کس با بازی نیست. امیر داره خون میاد. خوبی؟ تو که چیزی نشد؟ نه حالم خوبه. امیر خیلی داره خون ریزی میکنه. باشو بریم بیمارستان، زود باش. هیچ جا نمیریم. امیر خون ریزیش بند نمیاد. میخوای بمیری؟ اگه بمیرم همون در رو باز نمی کنم. دیوونه شدی؟ باشو بریم بیمارستان. امیر میخوای به خاطره لجبازیت بمیری؟ تو داری لجبازی میکنی نه من. کلیده کجاست؟ پیشم میز قایمش کردم، نمیتونی پیداش کنی.
امیر دارم میگه ممکنه بمیری. بهتر بذار بمیرم، ولی اون در رو باز نمی کنم. خیلی خوب باشه، همینجا جلو چشمم از خون ریزی بمیر. امیر خواهش میکنم کلید رو بده، کجا گذاشتیشون؟ تو دستوی نخ دندون هست. نخ دندون؟ یه سوزن پیدا کن، تو اتاق خواب میتونی پیدا کن. چرا مزخرف میگی؟ من با اونا چیکار میتونم بکنم؟ حالا چیزی رو ندختی؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ نمیتونم دست تو بخیه بزنم. پس تماشا کن مردنم، چون از اینجا بیرون نمیریم. خدا لعنتت کنه تا دیوونه شدی. امیر دارم دنبال سوزن میگردم. تکون نخور باشه. من واقعا دیوونت کردم امیر. تازه فهمیدی؟ هم دیوونم کردی هم با چاقو منو زدی. من عمدن این کارو نکردم. آروم باشو تکون نخور. خیلی درد داره. تو چی فکر میکنی؟ ازت متنفرم، ازت متنفرم امیر. خیلی دوستم داری، میدونم که تا مرز جنون دوستم داری. تو احمقی، احمق. این کار تو فراموش نمی کنم. خیلی خوب میدونی که تو زندگی من قبل از تو هیچ کسی نبود، نه تنها تو زندگی، بلکه قبل از تو تو ذهنم و قلبم هم هیچ کسی نبود. من قبل از اینکه بفهمم یه رابطه یعنی چی عاشق تو شدم. شاید خیلی چیزا به خاطر بی تجربگی من بود، دروغا به کنار، ولی بقیه اشتباهات به خاطر بی تجربگی بود. زنها رو میشناختم، میدونستم زندگی کردن با اونا یعنی چی. البته تا وقتی که تو وارد زندگیم شدی، تجربیاتم هم نتونست نجاتم بده. قبل از من عاشق کسی شده بودی؟ فریحا، خودت میدونی که عشق با تو وارد زندگی من شد. یعنی تمام رابطه ها دیه شبه بود و رابطه ای طولانی نداشتی؟ امیر جواب بده. تا بگن آلیدم از کندونه تکجک دیلم،
Madem şu durumda konuşuyoruz, bizim dışımızda bir şey konuşalım. خیلی خوب. یکی بود. ولی عاشقش نبودم. شاید یه رابطه خاص بود. یعنی کسی بود که همیشه باهاش بودی؟ آره. اسمش چی بود؟ نجم نگو که به این زودی میخوای بری. من خسته شدم، تو اگه دوست داری ادامه بدم. میخوای منو بین این آدم رو بل کنی و بری؟ تو از عهده خودت برمیای. ولی گفته بودم که امشب برات یه سورپرایز دارم. چه سورپرایزی؟ لیاقت این سورپرایز نداری، ولی تو چی کار کردی؟ یه راه حل واسه دک کردن آدم های سیریش. İlişkimiz duygusal değil, sadece eğlenceliydi Feriha. Eğlenceli. Ensesine adını yazmış ha. İddialı. Çok iddialı. Evet, iddialı bir kadındı. با توجه به تتو، یعنی رابطتون رو خیلی جدی گرفته بوده. نه، فکر نمی کنم خالکوبی پشتش به خاطر جدی گرفتن رابطمون بوده باشه. اون زندگی رو خیلی جدی نمی گرفت، بیشتر دنبال خوشگذرونی بود. فکر کنم دلتو شکسته. نه، هیچ زنی به غیر از تو نتونست دل منو بشکنه. حتی ایجه؟ رابطتون چقدر طول کشید؟ یه مدتی. بعدش من از شبگردی خسته شدم و به اونم دیگه مثل سابق خوش نمیگذشت. بهت خیانت کرد؟ به هم نارو زد. آره. عذابم کشیدی؟ تو حدودی عصبانی بودم، ولی من تو زندگیم فقط به خاطر تو عذاب کشیدم فریها. به هر حال به یه شکلی بهت خیانت شده، واسه همین نمیتونی به آدم ها اعتماد کنی. من به آدم ها اعتماد ندارم؟ نه نداری. Sana söylediğim yalanlar yüzünden bunu söyleyebilecek son kişiyim ama evet. تو به آدم ها اعتماد نمی کنی، حتی به نزدیکترین دوستات. وقتی عکسم با کورایی تو مجله چاپ شده بود به کورایم اعتماد نداشتی. حتی به پدرم هم اعتماد ندارم. اینو می دونستی؟ وقتی بچه بودم اعتمادم رو بهش از دست دادم. وقتی بچه هستی یا به بابات اعتماد نداری و نمیدونی باید به کی اعتماد کنی، و اگر نتونی به مادرت هم اعتماد کنی، در این صورت وقتی بزرگ بشی نمیتونی به هیچ کس اعتماد کنی. اینو به خاطر این که از هم طلاق گرفتن میگی؟ اینو میگم چون اون دوتا به هم یاد دادن که به کسی اعتماد کنی. ریشو سویلورم. کنشمک میستمیوسون، اطرلمک میستمیوسون. اعتماد نکنم. زمان همه چیو از یادت میبره، به جز دوران کودکی تو. مامان و بابا نقش مهمی تو زندگی کودکی دارن. الگوی رفتاری تو اونا میشن و تو هم میشی مثل اونا. ببین، منم مثل اونام. بعضی وقتا حتی نمیتونم به تو یا به کارای اعتماد کنم. خب چون همیشه با بابات زندگی کردی، پس نقشه پرستارم تو زندگیت همیشه پررنگ بوده. آره، یه پرستار داشتم. راستش حق با تو، حتی اون پرستارم تو شکلگیری شخصیت من نقش داشته. نقش اونو متاثر از رفتارای پدرم بوده. بابا زانوم درد میکنه. برو به پرستارت بگو پسرم، برو.
آبجی زینب. دیدم که داشت از تو جیبتون پول برمیداشت. چی؟ پسرم تو از جیب من بی اجازه پول برمیداری ها؟ ولی عهد من از جیب من پولی که متعلق به خودشه میدوزه. تو خونه مادرت این کار یاد گرفتی؟ اون پدرخونده عزیزت بهت پول نمیده؟ بابا من کاری نکردم، این پولا رو هم اون برداشته بود. ببین هم دزدی میکنه هم دروغ میگه. از زینب معذرت خواهی کن. من نه دزدم نه دروغ و معذرت خواهی هم نمیکنم. حق با منه. حق با اونه. زود باش برو تو اتاقه. تا وقتی هم از زینب معذرت خواهی نکردی حق نداری بیای بیرون. واسه همین مادره تو رو انداخته بیرون. چه ایمیل داری؟ بهم گفته بودی بابام آدم بدی نیست، فقط بابای بدیه. متاسفم ولی بابات یه بابای بد نیست، بلکه یه آدم بی احساسه. بهتره بگیم آدمی که بیشتر زنا رو دوست داره. بابام و زنا همیشه جزئی از بچگیم بودن. مامان من و زنای اطرافشم همیشه جزئی از بچگیم بودن. گفته بودم که بچگی من همیشه تو خونه هایی که مامانم برای نظافت میرفت میگذشت. البته بیشتر تو خونه جانسو بودم. فریها بهش دست نزن. بابام این خونه رو برای من که یه پرنسس هستم خریده و فقط یه پرنسس واقعی میتونه به این خونه دست بزنه. خب چی میشه بهش دست بزنم؟ نمیتونی دست بزنی چون تو یه پرنسس واقعی نیستی. تو هم یه پرنسس واقعی نیستی، بابات گولت زده، چون پرنسس ها فقط توی داستانه هستن. من میرم از مامانم میپرسم، اون وقت میبینی که اونم میگه که من یه پرنسس واقعی هستم. مامان به فریها یه چیزی بگو، به من میگه که بابا تو رو گول میزنه. جانسو عزیزم خواهش میکنم دعوا نکنین، با هم بازی کنین. شد نمیخواستم خرابش کنم. نه میدونم که تو عمدن این کارو کردی چون که یه پرنسس واقعی نیستی. جانسو جان درستش میکنم، اگه نشد یه دونه دیگه برات میخرم. تو هم دیگه دوستتو ناراحت نکن، اونم میخواسته بازی کنه. فریها جان نظافت تموم شده، تو هم دیگه برو خونتون، مامان تو خونه منتظرته. زود باش عزیزم. بابام به هم گفته بود، گفته بود که با دختر سرایدار بازی نکن. شایدم حق با اون بود. من بدون اینکه متوجه باشم بهش حسادت میکردم. ولی تو اون موقع فقط یه بچه بودی. من فقط یه بچه نبودم، یه بچه یه سرایدار بودم. وقتی بچه یه سرایدار هستی با بقیه یه آدم ها فرق میکنی. گاهی انقدر درونم پر خشم میشه که دلم میخواد گذشتم و امروزم و همه اتفاقایی که افتاده رو و همه کسایی که تو زندگیم بودن و توش غرق کنم و بعدش یه معجزه بشه و بتونم همه رو ببخشم، حتی جانسو رو. ولی نمیتونم تو رو ببخشم امیر.
نمیتونم ببخشمه چون هیچ کسی به اندازه تو عذابم نداده. قبول دارم که از پدرم کتک خوردم و بد جور تنبیهم میکرد. محمدم که هر کاری از دستش برمیومد میکرد تا اذیتم کنه. جانسو سعی کرد ما رو بکشه، اما هیچ کدومشون به اندازه تو قلبمو نشکستن. الان بیشتر از هر وقت دیگه میتونم درکت کنم. منم این شرایط رو تجربه کردم. وقتی داشتم سعی میکردم دروغایی که گفتی رو هضم کنم، فکر میکردم دیگه نمیتونم ببخشمت. ولی بعدش به یه حال و روزی افتادم که هر روز با بخشیدن تو از خواب بیدار میشدم و همون شبش با نفرت از تو به خواب میرفتم. انقدر عصبانی هم که به بخشیدنت شیدنت فکر کنم. امیر فریحا، منم از دست خودم عصبانی هم. باور کن تو حالا تو زندگیم از دست هیچ کس انقدر عصبانی نشده بودم. داشتیم موفق می شدیم، چرا خرابش کردی؟ ترس، نگرانی یا هر چیزی که اسمشو می ذاری، چرا اجازه دادی ما رو شکست بده؟ داشتیم یه خانواده می شدیم، چیزی که از اول می خواستیم اما بهش نرسیدیم. می دونم. اگه می دونی بگو، چرا همه چیزو خراب کردی؟ چرا خواستی همه چیز اینطوری بشه؟ من نخواستم، فقط یه لحظه. همون یه لحظه همه یه خاطراتمونو نابود کرد. انگار هیچ وقت تجربهشون نکردیم. روزایی که تو خونه یه اون روانی بودیم، روزایی تو کلبه جنگلی، تو جزیره، در یه لحظه تمام خاطرات خوبمونو نابود کردیم. نمیتونی فرار کنی. امیر تو رو خدا بذار برم. یادت میاد چطوری نوازشم میکردی؟ واسه همین نمیتونم بذارم بری. وجود تو به هم قدرت میده و ما به هم دیگه احتیاج داریم. من بدترین و بهترین روزای زندگیمو با تو گذروندم. بهترین آشو بگو فریا. هلیکوپتر خیلی به هم خوش گذشت. آروم، میخوام چشممو باز کنم. قرار نیست کلک بزنی. اوف، پاتو بلند کن. امیر این چیه؟ ما بازم باش یکم رو اون طرف تر. این چه صداییه؟ یکم سب کن میفرم. گلدیم کپما حیات سانکه این بیوک سالی بینی سکنا آوچلرندا سکن براکما باکتک باشما. گلدیم کپما حیات سانکه این بیوک سالی. خیلی قشنگه نه؟ بینی ساکنا آبوچولرندا سکن براکما سیودالی باکشنلا یوریمده دالار دوریلی. بیدارت کردم. دیگه باید بیدار میشدم. چی شد که زخمی شدی؟ به خاطر کفشم اینطوری شد. واسم تعریف کن. تو واقعا میخوای که بی‌وقفه صحبت کنی؟
بذار به حساب تمام این مدتی که صحبت نکردیم. با گریه داشتم از پله ها می اومدم پایین. تو رو دیده بودم. هیچ وقت یادم نمیره چطوری دویدی طرفم. اون کفشا پاتو اذیت کرده بود. گفتی مامان جون کمکم کن. مامان این کفشا خیلی اذیتم میکنه. مامان کفشامو در بیار. مامان این کفشامو در بیار. بعدش افتادم رو زمین. بعدش هم پیشونی چهار تا بخیه خورد. اون موقع هیچ چیزی نبود که بیشتر از اون کفشای قرمز بخوامشون. طورم همونقدر میخواستم. حتی وقتی اوایل ازت فرار میکردم. منم مثل اون کفشا اذیتت کردم نه؟ یه بار دیگه چی کار کنم؟ تو رو ببوسم؟ تو برای اینکه سر و صدا نکنم منو بوسیدی. آره. بهانه خوبی بود. امیر بس دیگه، یه دیوونه بازی بود و تموم شد. تو اون درو باز میکنی و منم خیلی آروم از اینجا میرم. اون در باز نمیشه فریها. امیر ما تمام شب صحبت کردیم. صحبت کردیم بعد. بعد چی؟ فکر میکنی با یه شب صحبت کردن همه چیز حل میشه؟ آره، ما هنوز مشکلمون رو حل نکردیم. مشکلات زیادی بین ما وجود داره. خب ببین، یه دلیل دیگه برای باز نکردن اون در. صبونه. صبونه؟ فقط تخم مرغ و پنیر داریم. میتونیم املت درست کنیم. چی کار میکنی؟ همه یه قرصا رو خوردم. اگه اون در رو باز نکنی همینجا جون میدم و میمیرم. فریحا بیا. ولم کن. باید همه رو بالا بیاری. ولم کن امیر. ولم باید کن. باید بالا بیاری. ولم کن امیر. میشه اینو پر کنی؟ انتظار داری باهات صبونم بخورم؟ معدت خالیه. باید یه چیزی بخوری. چیزی نمیخورم. باشه. امیر تو میخوای دیوونم کنی؟ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار از دیروز هیچ کاری در حق هم نکردیم. حالا قراره بشینیم و صبونه بخوریم؟ مجبور نیستی صبونه بخوری. ولی مجبورم تا وقتی تو خسته بشی همینجا بمونم نه؟ تا کی ادامه میدی؟ این دیوونه بازی تا کی قراره ادامه داشته باشه؟ ببین دستت ممکنه عفونت کنه. خواهش میکنم بیا از اینجا بریم بیرون. تو باید بری دکتر. برو دکتر. منم میرم خوابگاه یکمی استراحت میکنم. نمیشنوی چی میگم؟ الانم دیگه صدامو نمیشنوی.
اینم نمیشنوی؟ ببین همه نگرانمون میشن، شاید هم فکر کنن بلایی سرمون اومده. امیر چرا نمیفهمی؟ امیر میشنوی دارم چی میگم؟ خب میبینن که چیزی نشده و برمیگردن. ولی امیر این کارت بچه بازیه، این کارا هیچ فایده ای نداره. میشنوی چی میگم؟ واقعا صحبتای دیشبمون برات هیچ ارزشی نداره؟ هیچ فایده ای نداشتن؟ امیر فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. خیلی خوب میبینیم. تو منو اینجا زندانی کردی و مثل اسباب بازی داری با هم بازی میکنی. بازی در کار نیست فریها، من اینجام و تو هم اینجایی، باید مشکلاتمونو حل کنیم. پس میخوای بازی کنی؟